در عراق، سرهنگ رایان دیلان، سخنگوی نیروهای ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا، در مصاحبه اختصاصی با علی جوانمردی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، میگوید هنوز خطر داعش در منطقه از بین نرفته است. رایان دیلن، سخنگوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا، میگوید هنوز عناصر کوچکی از داعش وجود دارند که شرط پیروزی نهایی و پایدار نیاز به مقابله با آنها دارد. این در حالی است که حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، حدود دو هفته پیش پایان داعش در عراق و پیروزی کامل علیه این گروه تروریستی را اعلام کرد. ولی نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا معتقدند هنوز داعش در عراق به پایان نرسیده است. ارزیابی ما به عنوان ائتلاف آن است که کمتر از 3000 ستیزه‌جوی داعش هنوز در عراق و سوریه وجود دارد که روزانه در عراق توسط نیروهای ارتش این کشور و در سوریه توسط نیروهای دموکراتیک سوریه از میان می‌روند و به تدریج این تعداد کاهش می‌یابد. در حالی که داعش در عراق رو به پایان است، از دید کارشناسان عرب یکی از چالش‌های پیش روی پس از داعش گسترش نفوذ ایران در عراق است، به ویژه آنکه گروه‌هایی از هشت شعبی یا بسیج نیروهای مردمی که اکنون جزو نیروهای مسلح عراق محسوب می‌شوند، عملاً خود را ملزم به پیروی از ایران می‌دانند و نه از نخست وزیری عراق. تصور می‌کنم مهم‌ترین موضوع این است که نیروهای عراقی به عنوان یک کشور مستقل در واقع کسانی هستند که تعهد به امنیت و آینده عراق را بر دوش دارند. و اگر عناصری هستند که در داخل مرزهای عراق کار می‌کنند، باید تحت فرمان نخست وزیر عراق کار کنند و آنچه ما می‌گوییم آن است که به عنوان ائتلاف از اهداف دولت عراق به منظور حفظ امنیت منطقه آنها حمایت می‌کنیم. گرچه برخی از سیاستمداران سنی و کرد عراق معتقدند نیروهای آمریکایی لازم است، علاوه بر جنگ علیه داعش با نفوذ رو به گسترش ایران در عراق هم مقابله بکنند، ولی به نظر نمی رسد نیروهای ائتلاف چنین برنامه‌ای داشته باشند. با حمایت‌هایی که ما اکنون برای نیروهای عراقی در زمینه آموزش، خدمات ضد تروریستی و گاردهای مرزی ایجاد کرده‌ایم، می‌توانیم هر گونه فعالیتی در این ارتباط را که در عراق در حال ریشه گرفتن باشد سرکوب کنیم. همینطور در سوریه ما به آموزش و تجهیز نیروها ادامه می‌دهیم که رقه نمونه آن است. ما اعضای امنیت داخلی رقه که امنیت آینده را به عهده خواهند داشت آموزش دادیم. تنها در عراق نیست و در هر جایی که داعش در گذشته وجود داشته این تمهیدات ادامه دارد. مأموریت ما شکست پایدار داعش است و این هدفی است که ما در عراق و سوریه به آن پایبند خواهیم ماند. عراق هنوز از پدیده داعش رهایی نیافته، سایه نفوذ و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در آن کشور سنگینی می‌کند. نفوذی که اکثر گروه‌های شیعه آن را تقویت مناسبات تهران بغداد توصیف می‌کنند، اما گروه‌های سنی و کرد نسبت به عواقب آن بیم دارند. علی جوانمردی، اربیل کردستان عراق، صدای آمریکا.